وقتی انسان علمش که رفت بالا آشنا با این مسئله شده، بعدش دیگه شیطان میگه خب این علمش رفته بالا، از ندونن نادانیش ندونستنش نمیتونم گولش بزنم، حالا بذار با دونستنش گولش بزنم، بذار حالا که میدونه بذار اراده این اونو بهش نشون بدم. نگاه میکنه میگه این کارو کردش این سه شدش و دیگه فراموش میکنه که رو خودش کار کنه. توی مباحث در از تهذیب نفس میگن که وقتی شروع بکنی رو خودت کار کردن، رو ساختن خودت، رو پرداختن به ایرادهای خودت، دیگه انقدر سرت مشغول خودت میشه دیگه اصلا فراموش بکنی این اونو نگاه بکنی که ها ببین فلانی هم این اشتباه رو کرد. خب تجربهش خیلی جالبه، این قشنگ متوجه میشه که ها ببین فلان روز که من فلان ایراد گرفتم چه شیطون اومده بودش چیز بکنه. حالا چجوری میشه در از شیطونا رو دورش زدش که بتونی از اون نگاه که علمی اومدش تو در نظر وارد شده چقدر بیادبی بود استفاده بکنیم؟ کی میتونه بگه چجوری میشه استفاده کرد؟ ادب از که آموختی؟ از بیادب. یعنی پس هر موقع بارها هم شده که من صحبتش میکنیم یه کسی مثلا اومده یه تندخویی بهمون کرده سرمون داد زدش، خب اونجا یکی از روشاش اینه که یادم باشه من اگر بزرگتر شدم خب من این کار رو با این نکنم. من یادم میادش که کوچیک بودم دایی ها و اما میخواستن بیرون برن، خب عشق اینو داشتیم با بزرگتر ها بگردیم، دوست داشتیم، بچه بودم دوست داشتم، نمی بردن منو بیرون، بلاخره اونم سنشون بالا بودش و هم سن و سالای من بودن الان، نمی بردن بیرون منو، خیلی دوست داشتم. اون موقع عشان یادم میادش، گفتم یادم باشه ای بزرگتر شدم با کسایی که هم سن و سال من هستن تو این سن این کارو نکنم. و الحمدلله امروز مثلا با احسان وقتی که هستم همیشه یاد خودم میافتم که منم یه روز این سن بودم. و بعضی موقع میبینم که بعضی از بچه ها خب یه ذره میگن که خب الان دیگه سنمون رفته بالاتر با اینا نگردم. خب یاد دقیقا همون اتفاق میافتم که من تو اون سن چقدر دوست داشتم. خب هر بچه اینو صریحا میگم همه بچه‌ها یک شخصیت دارن، خب هر چقدر ما بهشون شخصیت بدیم جواب اون شخصیت رو میگیریم، به علاوه اینی که شخصیت اونا رو کشیدیم بالا اونا هم خیلی سریع‌تر رشد میکنن. اون روز نشسته بودیم بچه‌های کوچیکی که من اصلا در تعجب بودم سوالایی داشتم میپرسیدم، سوال مذهبی براشون پیش اومده بودش، حالا یه ذره جدا از این بحثه سوال مذهبی براشون پیش اومده بودش، با همین سوال تمومش میکنم چون ساعتم دیگه برای کلاس حاج آقا آماده شده، آداب مذهبی رو برای دفعه بعد میگیم. سوال این براشون پیش اومده بودش که اگر خدا میدونسته، دقیقا سوالش بودش، اگر خدا میدونسته که یزید امام حسین رو قرار رو میکشه واسه چی آفریدش؟ سوال خیلی حساسیه ها، ولی تو ذهنش این مسئله این سوال براش پیش اومده و پرسیده، نشون دهنده اینه که این درسته این سن رو داره، درسته هنوز با اسباب بازی بازی میکنه، ولی این کشش رو داره که این سوال براش پیش اومده. چون وقتی سوال پیش میادش از سوال هاست که میشه آدم تشخیص بده که طرف مقابلش کجاها داره فکر میکنه، تا چند اندازه سمپل داره فکر میکنه. خب دیگه بعد میشستیم جواب اونا دادم، بعد از اون طرف احسان براش یه سوالی پیش اومدش که اون هم سوال سیزو خیلی جالب بودش، با همین نکته تمامش کنم. آخرش احسان میگفتش که It's deep stuff. خودش میگفت It's deep stuff. دستتون در نکنه. حالا انشالله برای هفته دیگه زودتر کلاس شروع میکنیم. ما هفته پیش
جلوه ها و نشانه های ادب رو صحبت کردیم در موردش. درست گفتیم که ایاتون باشه ادب یه نشونه هایی توش هستش. یکی از مثال ها گفتیم که مثلا اگه علی میخواد وارد این اتاق بشه، اگه در بزنه اجازه بخوادش که وارد بشه، بعد ما اجازه بدیم بگیر که بفرمایی تو، خب همه متوجه میشن که ببین چقدر علی با ادبه که حتی برای وارد شدن تو اتاق در زد، اجازه خواست، بعد اومد تو. این جلوه ها و نشونه های ادبه. یه بحثی هم در از هستش که اگه یادتون باشه هفته پیش گفتیم که تزویر و ادب، یعنی اونی که ظاهرا نشون میده یک ادبی رو، ولی در واقع اون ادب رو از درون باور نداره. مثالی که زدیم گفتیم لبخند زدن. خب لبخند رو گفتیم که یه کسی مثلا لبخند میزنه، ظاهر این مسئله یه چیز خیلی خوبیه، میگن چقدر طرف خوشروه. خب ولی ممکنه مثلا علی داره لبخند میزنه به هادی که بعد برگرده فردا که قرار شدش هادی بیاد کمکش بکنه، خب بالاخره امروز اون چیزشو داده باشه، به قولی در از اون چیزشو داده باشه که لبخند به هادی زده که هادی هم مثلا دلشو بگیره فردا هادی اومدش بیشتر کمکش بکنه. این تزویره، اون ادب واقعی که در از دار درون میادش نیستش. اینا رو بس صحبتاشو هفته پیش گفتیم. حالا آداب مذهبی و ملی. مذهبو که هممون میدونیم همین درس‌های دینیه که داریم، ملی از ملیت میادش. خب که الان وفظ تو این کلاس هممون ایرانی هستیم، ملیتمون ایرانیه، مذهبمون اسلامه. پس این دوتا تفاوت این دوتا رو متوجه شدیم. حالا بخونیم ببینیم چی میگه در مورد این. آداب و رسم بر دو قسم است. بعضی از آنها از نظر شرعی سنت نامیده می شود، یعنی شارع مقدس، یعنی شرع مقدس به آنها نظر دارد و آنها را به صورت یک امر مستحب دستور داده. نظر به اینکه اسلام هیچ دستوری را گزاف نمیدهد، یعنی بی دلیل نمیگه، هر دستوری که داره دلیلی پشتش خوابیده، باید اموری را که سنت کرده است به صورت یک اصل حفظ کنیم. مثلا برای غذا خوردن میگوید مستحب است انسان غذا را زیاد بجود. حالا از نظر مدیکالی هم میدونیم که خوبه، شاید مثلا اون موقع از نظر مدیکالی متوجه این مسئله نبودن، ولی خب این مستحب بودش. یا بسم الله در آغاز و الحمدلله در پایان بگوید و دست خود را قبل و بعد از غذا بشوید. اینها تشریفاتی نیست بلکه حقایق است. اسلام به سلامت جان و بدن انسان اهمیت می‌دهد. می‌خواهد دندان، معده و اعصاب سالم باشد. غذا خوردن عجولانه منشأ مرض نشود. یعنی که عجب با عجله اگر غذایی رو خوردیم اون درست منشأ مرض نشه، تونتون بخونی خودش مرض برای انسان به وجود نیاره. این مسئله ایست که به یک زمان اختصاص ندارد، بلکه برای تمام زمان هاست. دسته دیگر از آداب و رسوم آدابی است که در میان مردم است، یعنی همون آداب درست ملی، که اگر انسان آنها را درست انجام بدهد جایی آباد نمی شود و اگر ترک هم بکند جایی خراب نمی شود.
یه آدابی داریم که آداب مذهبیه، یه آدابی داریم که آداب ملیه. خب آداب مذهبی پس قرار بر این شدش که آداب مذهبی یعنی همون سنت پیغمبر، مثلا یکیش اینه که با دست راست مثلا با دست راست غذا می‌خوردن، گفته شده با دست راست، حالا الان که قاشق و چنگال هستش، خب اون موقع که قاشق و چنگال نبود میگفتن با دست راست غذا بخورین، با دست چپ غذا نخورین. تقریبا همه فکر کنم بدونن تا یه اندازه چرا. اگه یادتون باشه بحث نجاست رو میکردیم، خب یکی از چیزایی که در اصل نجاست رو برطرف میکنه خاکه. خب ممکنه دستشو میمالیدش به خاک نجاست برطرف میشه، ولی به این معنی نیستش که میکروبم برطرف میشه دیگه. صحبت نجاست رو کردیم، نجاست به این معنی کثیفی نیست. کثیفی و نجاست دو چیز مختلفه. خب یعنی نمیتونیم بگیم که خب اگه باش صابون دستم رو شستم دیگه چرا باید نجس باشه. یا الان از این چیزا اومده این سانیتایزر اومده، با سانیتایزری که دوش الکل داره دستم رو شست، دستم رو اینجوری چیزش کردم دیگه هیچ میکروبی نداره. خب باشه اگه میکروب نداره که خب نداره، ولی هنوز پاک نشده. احکامی که صحبتش میکردیم هنوز نجسه، چون احکام نجاست یا احکام خاصیه که در از اون ردیف باید انجام بشه که در از اون پاک بشه. پس این نوع در از مستحباتی که هست، آدابی که از نظر مذهبی هست، انجام دادنش هم از نظر جان هم از نظر روح به انسان نیازمندش هستش. یه مثال، اون تحقیقی رو نمیدونم یادتون هستش، تحقیقی که یه دانشمند ژاپنی انجام داده بود روی آب، روی در از این کریستالای آب تحقیق بس نکردین. برین روی اینترنت بزنید water crystal، اسم دانشمندش یادم نمیدش، water crystal توی گوگل که میزنین water crystal prayer، خب این ستا رو بزنین میادش اون لیستش. یه دانشمند ژاپنی اومده تحقیق کرده روی آب، کریستال آب، یعنی با یه دوربینای مخصوص کریستال ها رو نگاه میکرده، اومده یه دونه ظرف گذاشته توش آب، خب به اون آب فوش داده، یه ظرف گذاشته توش آب، به اون آب گفته خوب، یه ظرف گذاشته توش آب، به اون آب گفته زیبا، یه ظرف گذاشته توش آب، خب به اون آب خب یه دعایی رو چیز کرده. بعد اومده کریستالای اینا رو نشون داده، اون کریستال اولیه که فوش داده بودش خب بسیار کریستال بدی بوده، خب و دونه دونه اومده رسیده برس به این و تمام اینا کریستالاش بهتر و بهتر و بهتر، حالا عکساش همش هستش توی اینترنت برین سرچ بکنید. بعد اومده این تحقیقشو فراترم رفته، مسافت خیلی طولانی، حالا اینجا مثلا بوده اول گفته، بعد اومده توی مسافت خیلی طولانی با نیت با نظر کردن خب دعای بفض خونده یا چیزی در از این چنینی گفته در مورد اون آبی که توی نظرش بوده، همون اتفاق افتاده. خب خیلی تحقیق خیلی جالبی بوده.